تغییر برخی از پارامترهای بلوک ها در نوار ابزار سیمولینک به نوار ابزار سیمولینک میریم در اینجا با استفاده از بلنک مدل یک پنجره آنتایتل جدید رو باز میکنم با استفاده از فرمان library browser در قسمت commonly used blocks یک سری از بلوک ها رو به پنجره آن تایتل من منتقل می کنم زمانی که من این بلوک ها رو به این پنجره منتقل کردم اگر بر روی بلوک اسکوپ یک بار کلیک راست کنم همانطور که مشاهده میکنیم تمامی این بلوک ها همدیگه قرار گرفتم. از قسمت Arrange من میتونم با استفاده از فرمان Bring to Front این رو در اولین بلوک قرار بدم و همچنین میتونم با استفاده از Send to Back در آخرین بلوک قرار بدم. میتونم دوباره اون رو انتخاب کنم یا یک بلوک تر از اون رو و با استفاده از Bring to Front اون رو به ابتدا یا بلوک اولیه منتقل کنم اگر که ما بخوایم فونت این بلوک رو تغییر بدیم با استفاده از فرمان فرمت فرمان فرانت ستایل فور سلکشن رو انتخاب میکنیم و در اینجا میتونیم نوع فونت و حالت های یا استایل اون رو همچنین سایز اون رو در اینجا مشخص کنیم اگر که ما بخوایم رنگ این بلوک رو تغییر بدیم با استفاده از Foreground Color این رو انجام میدم مثلا در اینجا من گرین رو انتخاب میکنم اگر بر روی فرمان Background Color برم میتونم پس زمینه این بلوک رو تغییر بدم مثلا به حالت زرد رنگ ظاهر میکنم این کار رو هم در خود مدل آنتایتل میتونم انجام بدم با استفاده از کانواس Color میتونم رنگ این پس زمینه مدلم رو تغییر بدم بدین و یا هر رنگ دیگه ای که من مد نظر دارم مثلا وایت یک سری از پارامترهای دیگه در اینجا وجود داره مثل Shadow. برای ایجاد سایه برای بلوک ما از این فرمان میتونیم استفاده کنیم و یا Show بلاک Name برای نمایش اسم بلاکمون اسم بلوکی که ما در اینجا آوردیم میتونیم از این فرمان استفاده کنیم اگر در روی حالت آتو باشه در حالت معمولی نمایش داده نمیشه اما زمانی که اون انتخاب میکنم نمایش داده میشه اگر برای حالت آن قرار بدم در همه حالات این بلوک اسم اون نمایش داده میشه در قسمت روتیت اند فلیپ ما میتونیم جهت خروج و یا ورود بلوک ها رو تغییر بدیم اگر من برای فرمان کلاک وایز یک بار کلیک چپ بکنم به صورت ساعتگرد برای من میچرخه اگر بر روی فرمان کانتر کلاک وایز کلیک و کلیک چپ بکنم پاد ساعت گرد جهت ما میچرخه این کار با استفاده از فرمان کنترل r هم قابل انجامه بدین صورت که من بلوک رو انتخاب می‌کنم سپس کنترل r رو میزنم تا بدین شکل ظاهر بشه اگر بر روی بلوک مد نظر ما بخوایم نقاط ورود و خروج با یک جابجا بشه با استفاده از فرمان فلیپ بلاک این کار رو انجام میدیم و اگر بخوایم نام اونها جابجا بشه با استفاده از فرمان فلیپ بلاک نیم این کار رو انجام میدیم که در اینجا همون بلاک اینتگریتور رو من نامش رو بدین صورت جابجا کرده زمانی که من بر بلوکم یک بار کلیک راست میکنم میتونم با استفاده از فرمان فاید رفرنس variable مقادیر هایی که مد نظر دارم را از پنجره ورک اسپیس و یا خود پنجره آن تایتل هم در اینجا فراخوانی کنم اگر من در پنجره ورک اسپیس یک متغیری مثل A را برابر با 25 قرار بدم و تعریف بکنم همونطور که مشاهده میکنین در قسمت مدل اکسپلورر هم این متغیر ظاهر میشه که ما میتونیم مقادیر اولیهمون اون رو در اینجا فراخوانی کنیم همچنین ما میتونیم یک سری از پارامترهای دیگر رو مثل با استفاده از فرمان اکسپلور یک سری از پارامترهایی که در قسمتهای قبل توضیح دادیم که ما میتونستیم مقادیر اولیه رو نسبت به یک بلوک نسبت بدیم رو در اینجا انتخاب کنیم همچنین میتونیم تمامی بلوک ها و خود پنجره ورک اسپیس و کانفیگوریشن ها و سیستم هایی که در مدلمون ظاهر کردیم رو در حقیقت به وجود آوردیم رو در اینجا مشاهده کنیم